سلام، چطوریم؟ اگر یک بار این ناگت خونگی رو درست کنید مطمئن باشید دیگه هرگز ناگت کارخونه ای نمیگیریم. برای درست کردنش مرغ چرخ شده، پیاز رنده شده و آب گرفته، سیر کوبیده، پنیر پیتزا، آرد سوخاری، ادویه ها، سس کچاپ و خردل. همه رو داخل کاسه می‌ریزیم و مغز دو تا نون باگت رو با مقداری شیر مخلوط می‌کنیم. 5 دقیقه که خیس خورد فشردش می‌کنیم تا شیر اضافیمون خارج بشه. بعد به سایر مواد اضافه می‌کنیم و خوب ورز می‌دیم. روی سطح کار رو آرد پاشی کنید. مقداری از خمیر مرغ رو روی اون قرار بدین و مجدد مقداری آرد روی خمیر بریزید و با دست روی اون رو کاملا صاف کنید. ضخامت خمیر هم 1/2 سانت باشه. بعد هم با کاتر دلخواه روی خمیر رو کاتر بزنید. البته میتونید با دست هم به خمیر شکل بدید. چون این خمیر چسبنده است حتما باید رو و زیر خمیر آرد پاشی شده باشه. خمیرهای کاتر خورده رو 2 الی 3 ساعت داخل فریزر قرار بدید تا کاملا سفت و منسجم بشن. این خمیر رو میتونید به مدت طولانی داخل فریزر نگهداری کنید و هر موقع که نیاز داشتین سرخش کنید. بعد از استراحت 2-3 تا تخم مرغ رو با چنگال بزنید تا از لختگی در بیاد. من برای اینکه طعم تخم مرغ بهتر بشه یک کمی زعفرون دم شده هم بهش اضافه کردم. ناگت ها رو از فریزر خارج کنید و اول در تخم مرغ و بعد در پودر سوخاری یا پانکو بغلتونید. پودر پانکو یکی از انواع پودرهای سوخاری هستش که درشته و برای انواع سوخاری ها استفاده میشه و در دو رنگ نارنجی و سفید در بازار موجوده. بعد دو طرف ناگت ها رو در روغن داغ سرخ کنید. حرارت هم متوسط رو به ملایم باشه. بعد هم با دستمال تمیز آشپزخونه روغن اضافی اون رو بگیریم. این ناگت بافت بیرونش ترد و بافت داخلش نرمه. ممنونم از همراهیتون و خوشحال میشم که با لایک و کامنت هاتون به من انرژی بدین.